درود بر شما. به باخبر بامدادی ایران شهر خوش آمدید. امروز شنبه 22 مهر ماه 2582 ایرانیه و 14 از ماه اکتبر 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار بامدادی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. درود بر سربازان و مردم شجاع اسرائیل. شالوم اسرائیل، زنده باد اسرائیل. مرگ بر جمهوری اشغالگر اسلامی، مرگ بر سپاهی، مرگ بر حماس، مرگ بر خامنه ای. من به عنوان یک زن آزادی خواه در ایران برای شما مردم اسرائیل و مخصوصا سربازان اسرائیلی آرزوی سلامتی و پیروزی و موفقیت دارم. به امید روزی که در کنار هم با صلح، با شادی و با آرامش زندگی کنیم. آمین. سلام خدمت گزارشگر خوب منوت. ایشون سخنگوی گردان عزت‌الدین قصاب هستن، شاخه نظامی هنوز. بعد میگم ما تروریست نیستیم. اگر شما تروریست نیستید چه دلیلی داری که با صورت پوشیده بیاید جلوی تلویزیون بخواید صحبت کنید و تهدید کنید اسرائیل رو؟ اسرائیلی ها چرا میان با قشنگ صورت باز و شفاف شروع میکنن صحبت کردن و اهدافشون رو میگن؟ شما اگر تروریست نیستید، واقعا اگر بچه کش نیستید، اگر زن ستیز نیستید، چه دلیلی داره که با صورت پوشیده، با این صورت پوشیده بخواید بیاید چیز کنید که نشناستتون؟ واقعا متاسفم برای امت اسلامی، واقعا واقعا ننگ بر شما باد. سلام، من این گزارش برای گزارشگر من تو میگیرم. اینجا خیابان امام فلکی عطایی، جمعه 21/7/1402، خالی از سکنه. من که از خبرهای شبکه خبر دیدم اصلا تعجب کردم، خونم نزدیک اینجاست. اینجا الان جمعه است، خالی. ببینید خودتون. روی سخنم با مردم اسرائیله. این عین سادگی محضه که بخوایم فکر کنیم جمهوری اسلامی در پشت این حمله حماس نبوده. من به عنوان یک قطره از دریای ملت ایران همبستگی خودم و با شما مردم اسرائیل اعلام میکنم. امیدوارم که به زودی هر دو ملت در کنار هم از هوای آزادی استنشاق کنند. مرگ بر دیکتاتور جاوید شاه، پاینده ایران، پاینده ملت ایران، پاینده ملت اسرائیل. به نام خداوند رنگین کمان، ما رو هم در غم خودتون شریک بدونید. تسلیت عرض می کنم به تمام خانواده های داغدار اسرائیل. ما با شما هستیم و در کنار شما هستیم. تمام مردم اسرائیل رو دوست داریم و دوست داریم که پس از آزادی در کنار شما باشیم، در کنار مهندسین زبده اسرائیلی، تا بتونن به کشور ما هم خدمتی بکنن و کشور ما رو آباد کنن.
ما تمام جنایات حماس رو محکوم میکنیم و منتظر جواب کوبنده اسرائیل به حماس هستیم. با تشکر. قبل از هر چیزی لازم زادروز شهبانو مادر ایران فرح پهلوی رو به همه میهن پرستان و ایران دوستان تبریک بگم. همینطور این روز رو به خاندان ایرانساز پهلوی هم تبریک میگم. امیدوارم سایه این مادر مهربان ایران، این زن بزرگ که جایگاهی بسیار ویژه در قلب همه ایرانیان داره، 100 سال بالای سر ما باشه و ما از این وقار و بزرگی شهبانوی ایران بهره‌مند باشیم. خب اگر در اخبار دیده باشید، اصولاً کار جنگ در غزه و در واقع در اسرائیل داره بالا میگیره و طبق معمول فلسطینی ها، حالا اصلا من نمیدونم بینو باید بگیم فلسطینی یا نه، حالا میگیم فلسطینی ها، اینها سیاستی رو در پیش گرفتن که مظلوم نماییه و دقیقاً این مدل رفتار اهل بیت شیعه است. یعنی شیعیان اینطوری هن، هر وقت که پای حسین ابن علی عجزالا بست و مدام میگه آقا مظلوم تشنه لب کشته شد، عباس دستشو بریدن میخواست بره آب بیاره و مدام از این روزا میخونن، وقتی که عاشورا تمام میشه شروع میکنن به قصابی کردن دیگران، جوانای مردم، بچه‌ها تو مدارس رو میکشن، حمله شیمیایی میکنن، شکنجه میکنن، در خفا میکشن، ترور میکنن، خارجی‌ها رو میکشن. یعنی کلا داستان مدل شیعه‌گری اینطوریه که دقیقاً در غزه در جریان. الان ما یه جنگ میشه گفت اخلاقی در اینترنت در گرفته بین طرفداران این وحشیای فلسطینی و طرفداران اسرائیل. طرفداران اسرائیل افرادی هستن که اعتقاد دارن که ما بر پایه یک سری عقاید باید دولت بسازیم، حکومت بسازیم. این حکومت مثلا بخشهایی داره به اصطلاح اونا دموکراتیکه، ما هم واژه‌های ایرانی و مفاهیم ایرانیشو داریم در ایران، برای اینکه ملت باید کنترل بکنن یک حکومت رو و اصولا باید قواعد و قوانینی وجود داشته باشه. اون طرف داستان یه سری چپی و مثلا آنارشیست و اینا هستن، از جمله مثلا گروه‌های هکری آنانیموس اگه یادتون باشه، یه گروه هکری بود که زمانی که در ایران موج محاسبه راه افتاد خیلی هیجان زده شده بود و اینا چه سری هک انجام دادن اینا و از همون زمان هم هیچ اعتماد و ما به اینا نداشتیم. یعنی واقعیت بگم این گروه‌های هکری هیچ اعتمادی بهشون نیست، اصلا معلوم نیست کیان اینا به همین سادگی و ما اصولا به حق و اینا اعتقاد نداریم. یعنی قواعد یک کشور بر پای حق کردن اینا نیست و یه وقتای اسرار باید پنهان نگه داشته بشه به خاطر منافع ملی. اینا هیچ کدوم به این چیزا اعتقاد ندارن. بدتر از همه از حق کردن و اینا درآمد دارن. این گروه هکری مثلا اومده عکس و تصویر رو که نخست وزیری اسرائیل از اجساد سوخته نوزادان اسرائیلی منتشر کرده بود ورشته با هوش مصنوعی با یه سگ جایگزین کرده و ادعا کرده که این عکس تصویر دروغه و این یه سگ بوده و اینا با هوش مصنوعی رو جابجا کردن، در صورتی که الان متخصصی میگن برعکسه، آنانیموس بوده که ورشته اون تصویر رو با تصویر یه سگ با هوش مصنوعی جابجا کرده. الان بسیار یه جنگ فوق‌العاده بالای در گرفته بین طرفداران تروریسم و آدمکشی و طرفداران حکومت و دولت قانونمند که اسرائیل باشه در واقع. اما اینا دیگه مهم نیست به خاطر اینکه خیلی بگو مگو بالا گرفته. اون میگه تو اول منو کشتی، این که میگه تو اول منو کشتی، بعد الان فلسطینی ها تصاویر مثلا نوزادانی که مال 20 سال پیش بوده رو دارن بازنش میدن، میگن این تو غزه اتفاق افتاده. عروسک ها رو، یعنی الان ویدیو هستش که عروسکی به تابلو عروسکه بزکش کردن به عنوان یه پسر بچه، بغل میکنن و میدون از بیمارستان بیرون به عنوان اینکه آقا ما کشته دادیم، گرچه واقعیت اینه که کشتن میدن. این یه واقعیته. یعنی شما وقتی میری از یک منطقه مسکونی شروع میکنی به موشک کلیک کردن، الان اسرائیل مثلا شب گذشته فاکس نیوز نشون میداد که به محض اینکه کاتیوشا شلیک میشه از یه منطقه، الان اسرائیل پهپادهای داره رو هوا که همیشه اونجا هستن و دارن رصد میکنن. از هر جایی که موشک و کاتیوشا شلیک میشه، چند ثانیه بعدش جت‌های اسرائیلی دقیقاً اون نقطه رو بمباران میکنن، دقیقاً اون نقطه. حالا اگر اون نقطه یک منطقه مسکونی باشه، مطمئناً افرادی کشته میشن. همین روز قبل حماس گفتش که 13 نفر از گروگانا کشته شدن. گفت تو بمباران، اما هیچ سندی نیستش که اصلا تو بمباران بوده باشه. ممکن اینو برای تفریح آتیش زده باشن اینا رو. ویدیوهاشو دیدیم دیگه. این کارو کردن الان. بنابراین
الان کلن این درگیری بالا گرفته، درگیری اخلاقی. اما واقعیت اینجاست که مهم نیست. چرا مهم نیست؟ ببینین الان به جای رسیدیم که دنیا باید بپذیره که به یک سری از اخلاقیاتی که پس از جنگ جهانی دوم بهش رسیده بود آیا میخواد هنوز پایبند باشه یا نباشه. اگر نمیخواد پایبند باشه اون وقت جنگ جهانی میتونه در بگیره. حالا من برای شما توضیح میدم چطور. اگر نه پافشاری بکنه که نه ما اون سیستم و اون اخلاقیات و هر چیزی که بعد جنگ جهانی ایجاد شد رو میخوایم هنوز، اون وقت جنگ جهانی نخواهد شد. ببینید قبل از جنگ جهانی دوم دنیا بسیار متفاوت بود. سیستم حکومت‌ها، سیستم بانکداری، سیستم تجارت، حمل و نقل، هر چی که فکر بکنید بسیار بسیار متفاوت. این سیستمی که الان ما بهش عادت کردیم و بسیاری کشورها بهش معتاد شدن. چیزی که گلوبالیسم بود و الان داره تمام میشه، خودش یکی از این محصولات بود. همش هم نبود. یعنی به خاطر پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، خیلی چیزا به وجود اومد، گلوبالیسم یکی از اونها بود. خب الان کشورهایی مثل عربستان، حتی چین، حتی روسیه معتادن به گلوبالیسم. یعنی به این چیزایی که به وجود اومده بعد از جنگ جهانی دوم معتادن. اگر این نباشه کشورهاشون سقوط میکنه. نظام‌های اقتصادی و بعضن سیاسیشون سقوط میکنه. بنابراین دنیا در زمان قبل از جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین شکل دیگه‌ای بود. پس از پیروزی متفقین خیلی چیزا ساخته شد. نظام‌های بانکی، نظام‌های انتقال پول، پست های جهانی این شکلی، اصلا این حمل و نقل اینجوری نبود در جهان. و جهان جوری بود که اگر شما یه کشتی راه مینداختی میرفت یه جای دنیا، اگر وسط راه یکی میدوزید اینو، اصلا هیچ سیستمی نبود که جلوی اینو بگیره یا محاکمش بکنه یا نیروی دریایی مثلا آمریکا بره جلوشو بگیره. هیچ کدوم از اینا نبود. تنها کشوری که الان تنها حکومت بذاریم بگیم که الان دنبال چنین سیستمیه فقط یه حکومت در جهانه، اونم جمهوری اسلامی. روسیه هم تا حدودی الان داره به این سمت میاد به خاطر این ضعف شدیدی که در جنگ پیدا کرده تو اوکراین. داره صحبت از این میکنه که آقا ما نمیذاریم کشتی‌های قله عبور بکنه و از اینجور گروگانگیری‌ها داره انجام میده. تنها حکومت دیگه که به این اعتقاد داره رژیم اسلامیه. اگر ناوگان نیروی دریایی آمریکا تو خلیج فارس نباشه، کشتی‌های دیگران رو به گروگان میگیره، علناً میگیره، بارها این کارو کرده. اگرم دستش نرسه با موشک میزنه میکشه، کاپیتانا رو میکشه، دیدین که بارها کشته طی سالیان گذشته. اما مسئله اینجاست که الان این جنگی که بالا گرفته، یکی از مهمترین چیزهایی که در جنگ جهانی دوم پایه‌گذاری شد، الان در این جنگ دوباره به آزمون گذاشته شده و اون چیه؟ یهودی ستیزی. ببینید کشورهای مثل آلمان، کشورهای مثل انگلستان، آمریکا، اروپایی‌ها، همه اینها در بطن خودشون پذیرفتند که دیگه هرگز ما نمیتونیم بر پایه یهودی ستیزی ادامه بدیم. یهودی ستیزی رو باید در هر شکلش محکوم بکنیم. یهودی ستیزی هم چیه؟ هولوکاست، کشتن یهودیان فقط به خاطر یهودی بودن. اتفاقی که همین یه هفته پیش افتاد در اسرائیل. یعنی اینکه یه مقت آدم با موتور و با گلایدر و نمیدونم با پای پیاده بریزن توی کشوری فقط به خاطر یهودی بودن، شنیترین و زشت‌ترین کارهایی که یه انسان ممکنه بتونه انجام بده در مورد کودکان، در مورد جوانان، زنان انجام بده رو انجام بدن، این دقیقا یهودی ستیزیه، همون هولوکاست در واقع. الان دنیا چیزی که مشخص شده طی این روزهای گذشته یه مقدار چشیده این داستانه که نتیجه چه خواهد. حتی اعراب همین رو چشیدن و واقعیت بگم عکس العملی که نشون دادن بهتر از اون چیزی که من فکرش می‌کردم. یعنی من فکر می‌کردم که یه مقدار بیش از این عکس العمل نشون بده، اما تا همین جام که اومدن به شدت بهشون آسیب رسونده و آسیبا ادامه خواهد داشت طی سالها به نظر من. اما چیزی که الان چشیدن غربی ها و دیگران چیه؟ اینکه ما همچنان باید بر پایه سیستم پس از جنگ جهانی دوم ادامه بدیم. ما نمیتونیم الان بیایم یه سیستم کاملا جدید بچینیم و میخوایم اینا ادامه بدیم. این سیستمی که بود و این تخیلات علی خامنه ای زمانی میتونست واقعا ادامه پیدا بکنه و حکومت ها و دولت ها از اون حمایت واقعی بکنن که قدرتی بود که واقعا وابستگی به مثلا آمریکا و اروپا و اینا نداشت. حتی چین رو دارم میگم، گرچه چین الان تا به اینجای کار بزرگترین منافع این اتفاق رو چین برد. یعنی هیچ کشوری در جهان الان از حمله‌ای که به اسرائیل شد منفعت نبرده، بیشترین ضرر رو شخص نتانیاهو برده الان تا به این لحظه. یعنی نتانیاهو واقعا چهرش فوق العاده ضربه خورده.
در داخل اسرائیل، در خارج از اسرائیل، همه جا. در داخل اسرائیل در نظرسنجی‌ها واقعا در اوج شکست قرار داره. نتانیاهو تا جایی که دیدین ناچار شد برای اینکه حکومت شو ادامه بده و دولت شو ادامه بده با همه مخالفینش به اتحاد برسه و کابینه رو با اونها تقسیم بکنه. از طرف دیگه اسرائیل همینطور ضربه های زیادی در این داستان خواهد خورد، یعنی اقتصادش ضربه میخوره، چون جنگی که الان اسرائیلی‌ها درش کشیده شدن و درگیر شدن ناخواسته در مناطق مسکونیه، یعنی طرف میاد مسلسل شلیک میکنه، اینا ناچارن جواب بدن. حالا تو اون خونه که ازش داره شلیک میشه ببینین زن و بچه مردم هم هست. از همه اینا گذشته دیگران هم، بعضی حکومت هم دارن به این بدتر لطمه میزنن، به اسرائیل به عمد، به قیمت خون بیگناهان. مثلا اسرائیل اعلام کرد که آقا شمال غزه رو ترک بکنید، 24 ساعت فرصت دارید. مصر به جای اینکه بیاد به عنوان یک کشور مثلا مسلمان در گذرگاهی که الان هست اونجا باز بکنه که مردم غیر نظامیان وارد مصر بشن و پناه بگیرن، تو منطقه جنگی نباشن، اعلام کرد که نه ما این گذرگاه رو باز نمی‌کنیم. معنیش چیه؟ معنیش اینکه مردم اونجا گیر افتادن. از طرف دیگه خود حماس اطلاعیه داده که مردم غزه بمونن اینجا، هیچ جا نرن. 1 میلیون نفر موندن اونجا به عمد، بقیه دارن میرن. چرا؟ به خاطر که میدونن آقا ما نمیخوایم درگیر کارهای حماس بشیم، ما جونمون رو دوست داریم، میخوایم زندگی عادی داشته باشیم. اما حماس باور بکنید اگر لازم باشه خانواده هاشون رو به زور اونجا نگه دارن، نگه خواهند داشت. چرا؟ به خاطر یک دکترینی که دارن. ببینید دکترینی وجود داره در غزه به نام دکترین CNN. دکترین CNN چیه؟ دکترین CNN میگه که هر جا دوربین یک خبرگزاری غربی وجود داره باید یک نمایش و یک نشانه از بدبختی مردم غزه به اجرا گذاشته بشه. در یکی از ویدیوها دیدید به محض اینکه دوربین برمیگره به سمت یک فلسطینی، فلسطینی شروع میکنه میزنه زیر گریه. دقیقاً مثل این بسیجی‌ها که دیدید تو هیئت‌ها میزنن زیر گریه به عمد، اینطوریه. طی سالیان گذشته مدارک زیادی افشا شده که اصلا بسیاری جاها حماس گروه فیلمبرداری داره با اکیپ‌های مجهز گریم که دقیقاً مثلا میتونن زخم رو شبیه‌سازی بکنن، خون بمالن به سر صورت مردم، نمیدونم یه جوری کشته نشون بدن. انواع اقسام دوربین دارن، حتی سربازان اسرائیلی رو اینا تونستن گریم بکنن، شبیه سازی بکنن. چرا؟ چون دکترین CNN. هر جا که دوربین CNN و دوربین شبکه‌های غربی و به خصوص چپی ها هستش باید یه مظلومیتی به نمایش گذاشته بشه تا همه دلشون بسوزه، و اگر دفعه بعد اینا رفتن شروع کردن به کشتن کودکان در قنداق در اسرائیل همچنان بیگناه باشن. این اما دیگه اهمیت زیادی نداره. چرا؟ چون داستان اینجا برمیگرده به یک سری سیستم که اصلا فلسطین و رژیم اسلامی و حتی چین هم نمیتونن فراتر از اون حرکت بکنن. ببینید در زمان جنگ جهانی دوم اون یه جنگ جهانی را افتاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قدرت‌هایی که واقعا می‌خواستن بجنگن تو این داستان، برای مثلا آلمان نازی و خود آلمان نازی منظورمه، یعنی به نفع یهودی ستیزی و کشتن یهودیان بجنگن، اینا وابستگی نداشتن به آمریکا. یعنی آلمان قدرت صنعتی جهان بود، خیلی با مقیاس کنونی بالاتر از چین بود، و الان تیترانی که دارن جفسازی میکنن علیه این ارزش‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده، در این قد و قواره ها نیستن که بخون چنین کارهایی انجام بدن. رژیم اسلامی که رژیم اسلامی الان مردم خودش رو هم نداره. آلمان نازی تا آخرین نفر، یعنی اون لحظه‌ای که آلمان شکست خورد و تموم شده بود، بچه‌ها قبول کرده بودن، نوجوانان 10-12 ساله پذیرفته بودن که وقتی شکست قطعی بود لوله اسلحه رو میذاره رو کلت و ماشه رو میکشی. بسیارشون این کارو کردن، یعنی نوجوانان نازی آلمان اینجوری بودن، تا آخرین لحظه به خاطر اهریمنی ترین عقاید جنگیدن و وقتی شکست خوردن ماشه رو چکوندن و مردن. بسیارشون حالا زنده موندن، حالا همه‌شون نه ولی بسیارشون زنده موندن. یعنی منظور اینجاست که چنین چیزی الان وجود نداره که بخواد یه جنگ جهانی را بندازه که بخواد ارزش‌هایی که در جنگ جهانی دوم به دست اومده واقعاً به چالش بکشه. خب الان با چی روبرو هستیم؟ با اینکه یک دین عقب مانده به نام اسلام و در بعد بسیار سیاسی شیعه گری، این کلاً چنین طرز فکری داره و فکر میکنه که با شورش خیابانی و با مثلا ریختن تو سوئد زدن با پلیس درگیر شدن و دو مثلا با راهپیمایی 200 نفره در تهران میتونه دنیا رو عوض بکنه و جهان نظرش عوض بشه نسبت به همه اون دستاوردهای جنگ جهانی دوم. این مسخره است، این اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که خواهد افتاد چیه؟ ببینید الان مثلا در فرانسه واقعا فرانسوی‌ها موندن چیکار بکنن؟ کشورشون رو مسلمان‌ها گرفتن،
از طرف دیگه هم دارن غلطای زیادی میکنن. مثلا همین اتفاقی در مورد نرگس محمدی افتاد، به وضوح نقشه چپی‌ها در جهان بود و فرانسوی هم درش دست داشتن. این جایزه صلح نوبل یک جایزه صلح نوبل 100% سیاسی بود، یعنی بیشترش بوده تا الان این قطعا سیاسی بود. فرانسوی ها و به خصوص آمریکایی ها تصور میکنن هنوز جامعه ایران با یک جمهوری دوم اسلامی میتونه نجات پیدا بکنه از مثلا علی خامنه ای و این براشون بهتره. چرا؟ چون اینا اول آخر منافع بیشتری برای غرب خواهند داشت، چون به هر حال نسخه از جمهوری اسلامی هن. نرگس محمدی و شوهرش هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که اینا ملی مذهبی هن. در جمهوری اسلامی دست داشتن، در صحبتشون اصلا دفاع میکنن از قوانین اسلامی. اینا برای اینکه در این جامعه بتونن بمونن باید امتیاز بدن به غرب، تو عجیب باید امتیاز بدن به غرب تا اینکه غرب از اینا حمایت بکنه و اون وقت اونا بتونن در قدرت بمونن و به واسطه این امتیاز دادن که در قدرت خواهند موند. اینجوری فکر میکنن، اصلا نمیتونن اینا به قدرت برسن، حتی اینقدر این تئوری ضعیف احمقانه است. اما همین الان که این اتفاق افتاد در غزه و در اسرائیل در واقع افتاد، الان این حکومت‌های غربی رو مواجه کرده با این داستان که ما نمیتونیم دیگه رو این چیزا حساب بکنیم، رو اسلامگرایی نمیتونیم حساب بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینو جلو بریم خودمون سقوط میکنیم. یعنی اروپا خودش امنیت نخواهد داشت، استرالیا امنیت نخواهد داشت، کانادا و آمریکا امنیت نخواهد داشت. اینا هیچ شکی در این مورد ندارن الان، و هر چی جلوتر داریم میریم این بهتر و بهتر میشه. چه اتفاقی میفته؟ داستان برمیگره اون وقت که با مسلمان چطوری باید رفتار کرد. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا هستش که دیدگاه‌هایی که ما داشتیم در ایران شهر میتونه به کمک بیاد. مثلا ما از اول با تمام اندیشه شیعه از بیخوبون با دلایل بسیار قاطع مخالفت کردیم. چرا؟ بخاطر که شیعه گری از بیخوبون اولا سیاسیه، یعنی اصلا در مورد سیاسته. علی ابن ابی طالب کلن این امامتش برپای سیاسته و کل گفتار شیعیان چیه؟ اینکه علی ابن ابی طالب در قدیر خم باید به عنوان حاکم معرفی میشه، نه صرفا یک مثلا امام مذهبی. مسئله اینا حکومته، بنابراین کل امامان، حتی حسین ابن علی به خاطر حکومت مرده، علی ابن مسترضا به خاطر حکومت مرده، همه این افرادی که در تشیع به عنوان امام شناخته میشن، 14 معصوم، یه جایشون برمیگره به حکومت. حتی امام زمانشون که هرگز به دنیا نیامده، اینم داستانش حکومته، یعنی قراره برگرده حکومت بکنه به زمین، به کل کره زمین. از همه مهمتر این که این شیعه گری از بیخوبان نجات پرسته. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا میگن این 14 معصوم معصومن به خاطر اینکه به یک ژنی بستگی دارن، ژنتیکشون مهمه. نه تنها اینا معصومن، بلکه کودکان و فرزندان اینا هم سید هستن و سرور و سالار هستن و اولاد پیغمبر هستن و ارج و قربی دارن، برای همینه که به اینا میگن سید. این دقیقا همون گفتمان نازی ها در جنگ جهانی دومه. اینا از خودشون یه نژادی بر پایه یه سری گفته های تمدن شناسان غربی که مال خیلی زمان پیش هستن ساخته بودن آلمانی ها که آریایی ها نژادی هستن، در صورتی که اینطوری نیست. ببینید اگر آریایی وجود داره در ایرانه، چون ایران یعنی سرزمین آریایی ها. ما هرگز نجات پرست نبودیم، حتی یک سند تاریخی و حتی تمدنی و اسطوره‌ای وجود نداره که ما هرگز به نجات پرستی اعتقاد داشتیم. در هیچ گزارش تاریخی، در حتی قدیمی ترین کتاب تاریخ جهان گرفته تا به امروز، حتی یک گزارش وجود نداره که بازار برده در ایران وجود داشته. بنابراین این دروغ بوده، از بیخوبان دروغ بوده. از همه اینا بدتر اینا میگفتن آقا یهودیان باید پاک بشن چون آریایی‌ها با این مخالفن، در صورتی که این دقیقه مخالفه واقعیته. یهودیان از قدیمی ترین اقوام ایرانی هستن، یعنی ما اقوامی در ایران داریم یهودی که اینا از قبل از تاریخ ایران بودن، از قبل از تاریخ ایران بودن و حتی حضورشون در بسیاری پادشاهی‌های ایران وجود داره، در اساطیر خودشون وجود داره و پادشاهان پر افتخار ایرانی از جمله هخامنشیان همواره اینها رو بزرگ می‌داشتن. بنابراین این گفتمان نجات پرستی نازی ها دقیقا اون چیزیه که گفتمان شیعه گری در اسلام داره دنبال میکنه. خب اگر غربی ها بخوان با اسلام کلن مواجه بشن چیکار باید بکنن؟ مشخصه که اول باید برن سراغ اون بخشی که با همه ارزش هایی که در جنگ جهانی دوم به دست اومد مشکل داره. یعنی چی؟ شیعه گری. تسنن و سنی گری، من نمیخوام بگم پاکه، نمیخوام بگم جنایت نکرده، القاعده هستش، داعش هستش، الشباب هست، هزار یک گروه هستش.
اما سنیگری لااقل بسیاری از این ارزش‌های پلید شیعه‌گری را حفظ نمی‌کنه و حمل نمی‌کنه. از جمله نجات پرستی که سنی‌ها با این مخالفن. سنی‌ها اصلا اعتقاد ندارن هیچ کسی به جز محمد مصطفی معصوم بوده و فرزندانش اصلا اهمیت خاصی دارن. من اصلا نمی‌خوام برای اسلام تبلیغ بکنم. من اصلا هیچ اعتقادی به دین اسلام ندارم به هیچ عنوان. اما واقعیت اینه که یه سری از این ارزش‌هایی که الان این اتفاق اخیر به چالش کشیده شیعه‌گریه که داره حمل میکنه. هیچ شکی وجود نداره که اگر بخواد دنیا بر پایه ارزش‌های جنگ جهانی دوم پیش بره، باید یه فکری برای اسلام کرد. و تنها بخشی از اسلام رو که واقعا میشه برید انداخت دور و به خصوص مردمش خودش، مردم ایران یعنی، اون رو میخوان اسلام شیعه است. هیچ چیزی به جز این وجود نداره. مثلا میخوام بگم آقا شما شیعه نباشید بعد فردا برید سنی بشید. نه. اصلا ما به این فکر نمی‌کنیم. تمدن ایرانی تمدنی دین زده نیست. بسیاری ممکن بیان بگن که آقا از زمان هخامنشیان تا ساسانیان و اینا و بعدش زرتشتیت مهمترین مثلا دین ایرانیان بوده. مسئله اینجاست که درسته که اون حکومت ها و اون پادشاهی ها که پر افتخارترین ها به لحاظ تاریخی هستن. چون قبل از اون ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاد. اگر کتاب تاریخ بود و مسلمان ها گذاشته بودن بمونه و نسازونده بودن، الان ما بیشتر میدونستیم در مورد ایران. اما واقعیت اینه که تمدن ایران تمدن دین زده نیست و حتی نزدیکترین پادشاهی که ما به تمدن ایران در اساطیر و اسطوره داریم که همگی پایه غیر دینی دارن، پادشاهی هخامنشی که میدونید هخامنشیان دین زده رفتار نمی‌کردن. وقتی پادشاه ایران میره حتی در آشور و بابل رو آزاد میکنه و اونجا حکومت رو عوض میکنه و یهودیان رو از بردگی آزاد میکنه و بردهداری رو کلا قدغن میکنه، اونجا حتی به خدایان آشوریان توهین نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دین زده نیست. برای پادشاهی ایران مهم نیستش که خدای تو کیه. خدای تو مثلا یهوه است، خدای تو مثلا خدای آشوریانه، خدای تو خدای زرتشتیانه، خدای تو خدای مسیحیانه، برایش اصلا مهم نیست. هیچ اهمیتی برای ما نداره خدای تو کیه. چیزی که مهمه اینه که تمدن و حکومتداری شکل خاصی باید داشته باشه. دقیقا این چیزیه که ارزش‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود اومد به خوبی با این پیوند می‌خوره. بنابراین احتمال جنگ جهانی سوم در این شرایط بسیار پایینه. گرچه اعراب اعلام کردن که طرف فلسطینیا میستن، اما بسیارشون از جمله حتی امیر قطر که شایعاتی بود که امیر قطر گفته که من گازو قطع میکنم اگر مثلا جنگ ادامه پیدا بکنه، این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ به خاطر که اعراب اتفاقا اون کشورهایی هستن که بیش از هر کسی احتیاج و نیاز شدید دارن به اینکه با غرب ارتباط داشته باشن. به خاطر اینکه تمام چیزی که اعراب دارن از غرب دارن. یعنی اعراب خودشون هیچی ندارن، خودشون هیچی نمیتونن طراحی بکنن، هیچی نمیتونن اجرا بکنن، حتی از خودشون نمیتونن دفاع بکنن. چند صد میلیارد دلار عربستان سعودی سلاح‌های جنگی آخری مدل از آمریکا خریده، در مقابل حوثی‌های یمن نمیتونه از خودش دفاع بکنه. باور بکنید الان چه در جمهوری اسلامی چه در زمان پادشاهی ایران، اگر بین ایران و عربستان جنگی بدون دخالت خارجی در بگیره، تحت هر شرایطی ما عربستان اصلا میگیریم به کلی. البته من تخیلی دارم میگم، نه اینکه بگم کارو خواهیم کرد یا جنگ خواهد شد. نه، منظورم اینه که این اصلا توان دفاع ندارن. همین الان هم تا 8 روز پیش عربستان سعودی به دنبال این بود که برای اینکه بتونه امنیت خودش تامین بکنه با اسرائیل رواچ عادی سازی بکنه. چیزی که الان می‌بینید جزء تخیلات، اتفاق نخواهد افتاد به این زودی‌ها. به شرط اینکه آمریکا قبول بکنه که بیاد تحت هر شرایطی از خودش دفاع بکنه، که اونم اتفاق نخواهد افتاد. به نظر من اصلا این از بیخوبان اشتباه بود. تحت هیچ شرایطی این اتفاق نمی‌افتاد. و اینکه آمریکا یا عربستان یا قطر رو همپیمان خودشون به حساب می آوردن تا الان دلایلی داشت. این دلایل الان وجود نداره. دلش چی بود؟ دلش این که پس از انقلاب 1979 در ایران و اینکه غرب رژیم ایران رو سرنگون کرد که تحت هر شرایطی قیمت نفت و گاز بالا نره، پس از اون عربستان و سعودی تامین کننده نفت جهان غرب بوده. اما این الان عوض شده و الان آمریکا دیگه از عربستان هیچ تقریبا هیچ نفتی وارد نمیکنه و نفت عربستان 85% میره به چین. یعنی چی؟ دشمن آمریکا. یعنی داریم میبینیم این شرایط عوض شده. هر جور تفاهم نامه ای میخواست عربستان ببنده با عقل جور در نمیاد، یه رئیس جمهور دیگه میومد اینو زمین میزد. دقیقا مثل همین برجامی که ترامپ اومد و زمین زد. الان در این شرایط اتفاقی که خواهد افتاد چیه؟ حالا ما باید بهترین استفاده رو از این شرایط ببریم. ببینید ما کاری که باید بکنیم چیه؟ اینکه
الان پس از اینکه این جنگ بالا بگیره و بعد دوباره فروکش بکنه، دنیا میاد به سمتی که باید یک کاری در مورد اسلام کرد. ملت ایران به خوبی نشون دادن که چجوری فکر میکنن، به سمت چه خواهند رفت. از همه مهمتر شاهزاده رضا پهلویه. شاهزاده رضا پهلوی مدام در صحبتاش تکرار کرده که ما باید در ایران فرهنگ سازی بکنیم. و فرهنگ سازی یعنی چی؟ یعنی بر پایه فکری نوین فرهنگی جدید بسازیم. و این فرهنگ جدید صرفا نمیخواد جدید باشه، یعنی قرار نیست مثلا ما به کلی بشیم آمریکایی، به کلی بشیم انگلیسی. نه، اصلا ما نه آمریکایی میشیم، نه انگلیسی میشیم، نه فرانسوی میشیم، ما اتفاقا ایرانی میشیم. اما این فرهنگ، فرهنگ ناب ایرانیه، فرهنگی که بر پایه فکری علمیه و بر پایه خرافه زدگی نیست. همون فرهنگی که بهترین پادشاهی‌ها و بهترین تمدن رو در ایران پایه گذاشت و متأسفانه از 2000 سال پیش تا به امروز در قهقرای دینی فرو رفته و این باید عوض بشه. یعنی فکر باید عوض بشه. اگر یه نگاه بندازید، شاهزاده رضا پهلوی از چندین کیلومتر اونورتر اتفاقات اخیر رو دیده بود. در بحبوحه‌ای که شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرد و این خط مرزها رو برای آینده ایران و ملت ایران کشید، بسیاری از چپی‌ها از شبکه‌های خبری در بی بی سی گرفته تا اسماعیلیون گرفته تا اصلاح طلب‌ها و بسیاری کلی هارتوپورت میکردن که آقا برای چی رفته اسرائیل، این خودش رو نماینده ملت ایران به حساب میاره. در صورتی که مثلا شلدون توییت زده بود که آقا اگر میگفتی شما این نمایندتون نیست، برای چی ناراحتید؟ شما میگید نمایندتون نیست، خیلی خوب، پس خفه شید، پس دیگه ناراحتی نداره. اما دیدین سفر شاهزاده چه تأثیر بزرگی روی آینده ایران گذاشت. از همین الان باور بکنید خط مرزها مشخص شده، تا جایی که حتی وزیر امنیت اسرائیل گفته که ایرانیان بسیار با ما همدلی کردن و بسیار ما از این خوشنودیم. کسان دیگه هم در اسرائیل و حتی در آمریکا این رو دیدن و متوجه شدن. این نقطه آغازی عالی هست برای ایران. چرا؟ به خاطر اینکه اولا به انقلاب ملی و به ملت ایران برای تغییر حکومت کمک میکنه. دوم اینکه به اونها کمک میکنه که دقیقاً همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفت، فکری جدید اختیار بکنن و این ساده نخواهد بود، کار زیادی خواهد بود. ما خوشبختانه کار زیادی کردیم در این مورد. ارائه خواهد شد در زمان خودش. اما اینو بدونید، بهای این که در جهان جنگ جهانی دوباره در نگیره اینه که یک کاری در مورد اسلام بشه و تنها بخشی که الان میتونه کاری در موردش بشه و شدنیه بردن رژیم اسلامی و به جای اون آوردن نظم جدیدی فکری برای ایرانیان، نه توسط غربی ها. اصلا ما شدیداً با این مخالفیم. به هیچ عنوان هیچ دخالت غربی و خارجی رو در مورد نوع تفکر آینده در ایران ما تحمل نخواهیم کرد. دلایلش رو در برنامه‌های مختلف برای شما من توضیح خواهم داد. آنچه که روشنه اینه که تنها راه این که جنگ جهانی جدید در نگیره این که رژیم اسلامی در ایران عوض بشه. بسیاری هنوز این رو به خوبی درک نکردن، اما من تضمین می‌کنم این رو به زودی درک خواهند کرد. مردم ایران باید آماده باشن، باید یک صدا و متحد باشن پشت سر شاهزاده رضا پهلوی. چون اگر ما میخوایم حکومتی متمدن و امروزی و پیشرفته و در عین حال میهن پرست و خادم در ایران روی کار بیاریم، رمز موفقیت و کلید قفل‌های ما شاهزاده رضا پهلوی. پایدار و سربلند ایران، جاوید شاه. تا با خبر بعدی، بدرود.